آخرین وضعیت پرونده اتمی رژیم بعد از پایان بحث‌های شورای حکام چیه؟ اخیراً شاهد انتشار خبرهایی در مورد تبادل زندانی و علائمی از طرف رژیم در مورد پرونده اتمی هستیم. سوال اساسی اینه که رژیم و غرب چه سیاستی رو در قبال پرونده اتمی دنبال می‌کنند و به چه نتایجی خواهند رسید؟ همراه هستیم با همکارم حبیب گودرزی. حبیب سلام می‌کنم بهت. سوالم اول این که آخرین وضعیت پرونده اتمی رژیم در پایان بحث‌های شورای حکام در چه نقطه‌ایه؟ مثلا در یک کلام هیچ چیز حل نشده و پرونده همچنان روی میز. اینو میشه از روی موازعی که بعد از این نشست شورای حکام به صورت صورت گرفت تو کشور غربی و از گزارش آژانس میشه دید. چند روز قبل از اصلا شروع نشست شورای حکام بود آژانس گزارش داد که رژیم میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خود این غنی شده ای که داره 4775 کیلوگرمه، یعنی و بعد گفته بود که 23 برابر حد مجاز تعیین شده تو سال همون سال 2015. نگاه کن بعد تو خبرگزاری وزارت خارجه فرانسه هم دیروز اومد در واقع یه واکنشی داشت نسبت به رونمایی این موشکی که به اصطلاح رژیم به اسم فتاح به اصطلاح رونمایی کرد. اومد به اصطلاح بخوام بگیم محتوای حرفش این بود و گفتش که ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای کاملا بسیج هستیم. یا سایت اتحادیه اروپا نوشت که بعد از این نشست شورای حکام این اتحادیه بیانیه‌ای داد. خب بیانیه طولانی است ولی بعضی نکاتش قابل توجه و به اصطلاح اظهار نگرانی بسیار زیادی کردن از بودن به مواد هسته‌ای تو مکانهای اعلام نشده، یا گفتن که هیچ مسئله‌ای در جهت حل مسائل پادمانی به اصطلاح پیش نرفته، حل نشده. منظورشون توی دو نقطه ترقوزآباد و ورامین هست و گفتن که آژانس تو موقعیت نیست که اصلا بتونه تضمین کنه که برنامه هسته‌ای ایران اصلا صلح‌آمیزه. خود اقتصاد آنلاین رژیم هم من دیدم امروز نوشته بود که به اصطلاح در حالی که نشست شورای حکام تموم شد تئوریکای اروپا بیانیه بسیار تند و تیزی علیه رژیم دادن. خب این مواضع یا این خبرها نشون میده که هنوز هیچ مسئله حل نشده و پرونده اتمی رژیم هنوز رو میز هستش. خب این روزا شاهد انتشار خبرهایی در مورد تبادل زندانی و سیگنال های از سوی رژیم در مورد پرونده اتمی هستیم، یعنی در ارتباط قرار دادن این دو موضوع با هم. رژیم و غرب چه سیاستی در قبال پرونده اتمی دنبال میکنن و به نظر به چه نتایجی خواهند رسید؟ در مورد این زندانیان و تبادل اون که گفتی، خب مذاکرات تو جریانه و حتی فاینانشال تایمز بود که گزارش داد که رابرت مالی چند بار با سفیر رژیم تو سازمان ملل دیدار کرده، با اینا با هم دیگه سر همین موضوع گفتگو داشتن. البته باید شک نکرد که این صحبت‌ها و مذاکرات فراتر از آزادی اتباع و اتباع به اصطلاح خارجی یا دو ملیتی هستش. مذاکرات به صورت محرمانه حتما ادامه داره. در مورد پرونده هم که گفتی، پرونده اتمی، خود رژیم خب مستمر داره فضای مثبت میده که مذاکرات میخواد شروع بشه دوباره، در حالی که آمریکا مستمر اونم داره اینو تکذیب میکنه. اما به هر حال باید اینو ما به اصطلاح توجه داشته باشیم که این موضع‌گیری های علنی قابل اعتماد نیستن. بله. نکته اصلی اینه که خب ما باید بدونیم که آمریکا، خب خود بایدن مواجه است با کارزار انتخاباتی که سال آینده داره، طبعاً از منافع خودش تو این رابطه میچینه و خب اینم طبیعیه، اینا از منافع خودشون میچینن. اما نکته مهم اینه که اون چه که مهمه و تعیین کننده است وضعیت خود رژیمه که الان شاهدش هستیم. مشخصا اگه نگاه بکنیم وضعیت رژیم طوریه که حتی به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی در وضعیت بسیار وخیمی به سر میبره. کافیه که نگاه بکنیم برای یک نمونه اسنادی که مستمر این روزها به دلیل افشاگری کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی داره پیش میده که این فقط یه نمونهش هست. قبلا شاهد رو شدن اسناد از وزارت خارجه رژیم بودیم و هفته قبل هم از سایت های ریاست جمهوری رژیم. واقعیت اینه که ما یه چیزی باید توجه داشته باشیم، اونم اینه که این رژیم به دلیل این وضعیت بحرانی که تو درون خودش داره نیاز به کاهش تنش داره، هم به دلیل وضعیت درونی خودش، هم به دلیل وضعیت انفجاری جامعه‌ای که خود کارگزارای رژیم دارن میگن که هر آن ممکنه به هر دلیلی
و به هر بهانه جرقه قیامی جدید در سال 402 داشته باشه. بنابراین رژیم دنبال کاهش تنشه. اگه می‌بینیم که با عربستان هم رابطه برقرار می‌کنه و یا در رابطه با مصر داره اون گندگوهای قبلی رو کنار گذاشته و مواضع به اصطلاح ملایم‌تری گرفته، فقط به خاطر وضعیت درونی خودشه. از طرفی هم خب ما باید خب حتما با توجه داشته باشیم که کشورهای غربی از منافع خودشون میشینن، منافع اقتصادی خودشون، و طبعا نمیتونن به اصول و پرنسیبی پایبند باشن الا اینکه ما و ملت ایران به اونها تحمیل کنن. واقعیت اینه که ملت ایران چشم به غرب ندوخته و مواضع اونها گرچه زیر نظر داره، همه تحرکات و ملت ایران چشم به استقلال خودش و سیاست پایه‌ای و مبنایی کسنخارت طی این سالیان به صلاح چشم دوخته. یادمون نمیره که سال 99 که دولت بایدن اومد، خیلی ها اومدن دود و دم را انداختن که آی رژیم دیگه راه نجاتی پیدا کرد، ولی نگاه میکنیم الان سال 402 یعنی 3 سال گذشته و رژیم اتفاقا تو شرایط بسیار بحرانی به سر میبره، به دلیل اینکه شاهد قیام‌های کلانی بعد از اون بودیم. نکته واقعی اینه که اگه اصلا فرض کنیم که برجامی متصور باشه، به امتیازات بسیار زیادی هم به رژیم بدن، حتی راه فروش نفتش هم آزاد بکنن، اما اینها راه خروج رژیم از بحرانی که گریبان گیرش هست نیست. علت اینه، به این علت که واقعیت اینه که رژیم از یک قیامی به نام قیام 1401 عبور کرده که بنابراین این رژیم تمام تحرکاتشو، تمام تحرکات دیپلماتیک، مواضعی که میگیره، دود و دمهایی که برپا میکنه، مثل رابطه با عربستان، نمیدونم در رابطه با مصر و همه موضوعاتی که الان صحبت کردیم، اینها فقط از موضع دفاعیه برای حفظ حکومت خودش، که طبعا رژیمی که در حال سرنگونی هست خب نمیشه بیشتر از اینم ازش انتظار داشت. بله. و اگر هم پولهای فراوانی مثل بعد از برجام 2015 گیرش بیاد، آیا حاضر سرمایه گذاری بکنه تو اقتصاد ایران و حاضر به مردم برسونه؟ که در دوران احمدی نژاد با اون قیمت بالای نفت چنین چیزی رو شاهد نبودیم، و اگر هم تازه بکنه، خودشون از این میترسن که خواسته های اجتماعی و سیاسی اقتصادی مردم بازم بالاتر بره. خیلی ممنون حبیب از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خواهش می‌کنم. تشکر.